خوب میشه. واو واو گوش کن. سلام عزیزانم، خوش آمدید بعد از مدت ها به یک ویدیو ساتیزو پایینگی لذت بخش. البته که میدونید من اصلا تو کارم نیست که بشینم یه گوشه به کارهای ساتیسفاینگ ریاکت فقط بکنم، اصلا نمیتونم، اذیت میشم. اومدم همه رو دونه به دونه با هم دیگه اینو تست کنیم ببینیم که واقعا انجام دادنش هم منزل دیدنش لذت بخش هست یا نه. یه دونه موی مایکی تو دستم اونجوری کردم پرواز کرد و نظر من رو به خودش مدهوش نموده. اول از همه که یادتونه که ویدیو رو حتما لایک بکنید. میدونید دیگه الان شرایط چجوریه و همه اوضای چنل های یوتیوب و اینا به هم ریخته، مال منم به هم ریخته، پس لایک کنید. با این کارتون حمایت خیلی بزرگی ازم میکنید و امیدوارم که بتونم چند دقیقه رویتون رو عوض کنم تو این ویدیو و بهتون یکم انرژی بدم. بریم سراغ اولیش. اولیش خرابکاریه. میدونم که خرابکاری رو گند زدن تو همه چی خیلی حال میده، اصلا این صفایی که بازم یه صفایی که در خرابکاری هست در درست کردن چیزها نیست. خوتن خب میگه که یه درزی استرس بالا رو بیانجی فشار بدید، بعد با قیچی که میخواید ببریدش چیزی که خیلی حال میده، یعنی حس باحالی میده، بازی میزنه بیرون. و من هم این رو آوردم، قیچی آوردم، از خودم این خلاقیت رو میخوام بخردم، با اینم میخوام یک کاری ستیش بوینگی بکنم. و میبینید که یواش چی کار میخوام بکنم. اول اصلا این رو میبینیم. البته مال من با مال اون فرق داره. میبینید چی میگه؟ چه حالی میده چه؟ حیف دیست خرابش کنم؟ ولی میکنم دیگه، قیچیش میکنم دیگه. به خاطر شما عزیزان من همه کار میکنم. احساس کنم الان قیچی کنم این توپ توپاش بلو بلو رو میپاچه این برون بر. نظرتونه؟ اشکال اندازه بپاچه. این صحنه رو از دست دارید. قیچی نمیشه. دیدید گفتم؟ دیدید گفتم؟ دیدید گفتم؟ وای مایکی الان میاد همه رو میخوره. کن خور تو لباسم. ولی حال داره. ای یه ماده لزجی توشه، بوی عجیبی هم میده. حالا میدونید میخوام چیکار کنم بچه ها؟ میخوام اینا رو بریزم این تو. بوی چقدر لزجیه، خیلی لزجیه، خیلی بی نهایت لزجیه، نمیشه برش داشت، انقدر سخته. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، دارم با بدبختی اینا رو برمیدارم، میفهمید؟ یه 10 تا برمیدارم 5 تاش لیز میخوره. اینا رو که ریختیم این تو، همانند یک سیر قراره که لهش کنیم و با همدیگه ببینیم که چه اتفاق میفته. وای وای این ساتیسفاینگ، این خیلی لذت بخشه. خوشم اومد، لذت بردم. امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. من هم اینا رو جمع کنم سریعتر تا ماکی نخورده. گیان کاری قبلیمون که بگذریم، میرسیم به یک اثر هنری. میرسیم به رنگ هایی بذاری روی کاغذ و اینا بکشید. وای چه خوشگلی شد، چه زیبا، چه جذاب. حالا من نمیدونم واقعا من الان میتونم به همین زیبایی درش بیارم یا نه، ولی تلاشم رو خواهم کرد. با الهامی که گرفتیم از اون اثر هنری، خودمون قراره که یک اثر هنری توی زمینه انتزاعی بیافریم. بفرمایید. با کلاس هر زدم. خوشتون اومد. خب حالا میریم سراغ رنگ آبی عزیزمون. آبی قشنگ بچه ها زیاد داشت. من کلا میدونی تو اینجور زمینه ها شاید خیلی خوب نباشم و احساس کنم که دارم گند میزنم، خیلی کار سختیه. احساس کنم یه چیز اشتباهی برشم برای ریختن رنگ. میدونین اشکال ندارم، اشکال نداره، روحی خودمون رو نمیبازیم و با همین فرمون پروارانه میریم جلو. حالا شروع میکنیم مثلا یه سری نقطه های قرمز اینجا میزنیم با فاصله، با فاصله مثلا. خب این نقطه های قرمزی که اینجا دارید رو باز تکرارش میکنیم. میدونید بچه ها احساس کنم که خیلی پروسه وقتگیریه و حوصله‌تون قرار سر بره، واسه همین کاتش بکنم میرم تو خلوتم انجام میدم. همونطوری که مشاهده فرمودید، اثر هنریمون به مرحله بهره برداری رسیده. ون هستم.
ببینید ما از اینا داریم. یه ما بار گرفتیم دیدیم همه چقدر باحال و خوشحال شیشه پاک میکنن با اینا، گفتیم ما هم تست کنیم. ببینید اصلا نمیشه، هر جوری حساب کنیم نمیشه. بعد با این میتونم انجام بدم، با همین انجام میدم. این الان لحظه بهره برداری شما، الان زاویتون خوب نیست ولی خب الان زاویتون اوه شت کنده شد چسبم خوب میشه. واو بچه قشنگ شد دیگه، قبول کنید قشنگ شد. قبول بایستید به کنار بایستید. ببینید واقعا تا حالا کسی دیده بودید با این بتونه اینجوری اثر هنری خلق بکنه، به این سختی با این دستهی بلندش؟ قشنگ شد خداییش، خیلی قشنگ شد و واقعا لذت بخش بود. حتی نشون میده که آدم با این چیزهای سخت هم میتونه که هنری زیبا بیافرینه. درس امروز بچه ها واسه این خیلی زحمت کشیدم، یعنی من از صبح زحمت کشیدم، یعنی اگه اونجوری که باید بشه نشه ناراحت بشم. ببین پسرم آمده میگه وردت باد کنک و اینجا سوراخ کنید، بعد یه سری اتفاقا روش میفته ها، بعد اینجوری خوشگل و ناناز میشه. حالا اون اتفاقا چیه؟ الان مشاهدهش میکنید. بادکنک اونو باد میکنیم، این نخ اونو برمیداریم میزنیم تو این چسب. این چسب چیه؟ همون چسب مدرسه است که میگن واسه پوستم ضرر نداره. مثل که قراره اینو بچسبونیم روی این بادکنک، یه حالت خیلی باحالی بعد ترکوندن بادکنک بهمون دست بده یا بهمون بده نمیدونم. به هر حال همین ادامه میدیم، میریم واسه خودمون تا صبح. بعد من اینو دارم صبح درست بکنم که تا شب که دارم ویدیو ریکورد میکنم آماده باشه دیگه، چون خیلی طول میکشه خوش بشه. یا تو ماشه سر دست اون یارو تینگ تو ونزدی پدرم درمت تا خوشه. همینو هی ادامه میدیم دیگه، نتیجهش الان میبینید. همونجوری که مشاهده کردید خیلی زحمت کشیده شده روی این بادکنک و 4 قرقره نخ هم مصرف شده. میبینید واقعا زحمت کشیدم و واقعا وقت گذاشتم که از صبحم درست کردم که خشک بشه. حالا میخوام به ترکانمش، میترسم ببین اگه نشه من واقعا ناراحت میشم به خدا. یو نظرتو میشه بزنم اصلا با خلدن؟ خب داره بادش کم کم خالی میشه. اوه شت احساس کم داره میشه نه؟ بچه ها بزن سوراخ دیگه بزنم. شت بچه گوش جان بسپارید به صداش. بچه ها دیل بادش خالی میشه آشقال، بادش خالی میشه دیگه. چرا مقاومت داره که بادش خالی شه؟ خالی شه دیگه آشقال. اوه گوش کنی حتی از مال اونم داره قشنگ تر میشه، خیلی مقاومت داره. وای صدا چقدر خوبه بچه ها. چقدر باحال شد، باورم نمیشه که زحماتم تلاش های بی‌رویه‌ام نتیجه داد. ذوق تو چشام میبینید واقعا؟ چشای من چی میبینید؟ ذوق تعصب نمیبینید دیگه، واقعا اینجوری شد، باورم نمیشه. بچه خیلی حس باحالی داره. ببین من مطمئنم که تو خونه همه ما ایرانی ها که با مادرامون زندگی میکنیم یه عالم نخهای به در نخور هست که مثلا از زمان جهیزی مامانمون مونده تو خونه. اونا رو بردارید با این چسبا اینو درست کنید، خیلی خوش میگذره با اینکه زحمتش زیاده ولی من علاقی خوشم اومد. اینو می‌خواستم اینجوری نگهش دارم بذارم به عنوان دکوری گوشه. واقعا ناناس شد و ساتیسفایینگ بود. واقعا تا اینجا امتیاز چقدر میگم؟ واقعا امتیاز ساتیسفایینگ ترین رو میدم به این. بعد شه ها بچه ها حالا میرسیم سراغ خوراکیجات خوشمزه. ببینید من همیشه در خارجا مارشملوی کبابی میخورم، من خیلی لذت میبرم. خب الان یه چیزی دیدم که اصلا انجام دادنش هم خیلی حال میده. من تا الان واقعا مارشملوی کبابی تست کردم، ببینیم که واقعا لذت بخش هست یا نه. میگه اینجا قشنگ روش رو اینجوری کبابی کنین، بعد پوستش روب در میاد زیرش اینجوری سفید و شل و اینجوری گرم و نازه. مادم تستش کنم دیگه. به هر حال درسته که آتیش نداریم ولی شمع که داریم، میدونی؟
اوی دستم تو شت. قرار که روی این شمع عزیز یک عدد مارشمیلوی عزیز را با خلال دندون کباب کنیم. میبینید؟ آدم واقعا تو محدودیت ها میتونه ستاره بشه. پس نمیدونم این باید چقدر بمونه، چقدر طول میکشه. اوه شت بچه ها، اوه زود میشه. نگاه کن الان اینجاش قشنگ اینجوری شد، ولی دوده این آبا نبود چی رومون بگیره آتیش سوزی شده و اینا. من اینو میرم زیر هود آروم برای خودم کبابیش میکنم میام خدمتتون. خب خوشبختانه اتفاق نیفتاد و این داره از سر این در میاد. نمیدونم چرا میخوام اینو پوستشو بکنم مثل اون، ولی بعید میدونم اون اتفاق برش بیفته حقیقتا. و اصلا اون قیافه شبیه یه چیزی نیستش که بخواد پوستش در بیاد و داره من ناراحت میکنه. پوستش میخواد در نیاد، داره آشغال بازی در میاره احساس میکنم. بذار یه ذره کمک کنم با ناخن که این پوست اینو میتونیم در بیاریم. ای وای او نمیشه در بیا دیگه. خب مثلا در اومد. وای چقدر لذت بخش، وای چقدر زیبا. اصلا هم کسافت کاری نشد، اصلا هم به فن رفتم، دو سه تره که وقت گذاشتم و اونجوری نشد دیگه. این قشنگ این توش چسبیده به پوسته، یعنی جدا از هم نیستش که اینو بکشیم در بیاد. نمیدونم والا شد مال خارجی یا جنسشون خارجی مخصوص این کار راست میتونم این کار را بکنم، مال ما اینجوری نمیشه دیگه. میخوایم با خمیر ریش یه کاری انجام بدیم. اصلا مگه میشه ویدیو ساتیسفاینگ باشه و خمیر ریش توش نباشه؟ اصلا راه نداره. میگه بعدید بریزید توی بیلبیلک، حالا هر چی که دارید، جوراب هر چیز اینجوری فشار میده و خیلی خوشگل و وای چه خوب بود. قشنگ این خمیر ریش ها میاد بیرون ازش، وای چه قشنگ بود. دیدنش هم لذت بخش بود. جوراب رنگی پنگی آوردم که تو این تستش بکنیم با هم دیگه چی میشه و اون شکلی میشه یا نه. چه گرد و خاک داشت. خب خمیر ریش عزیزمان را در داخل جوراب فرو می نماییم و فشارش می دهیم. چی شد؟ او داره میاد. بی سر و صدا، چه سوسگی، چه آروم، چه یواش. دو چیز سر و صدا داشت. قدیمه خمیریش ها خیلی شلوغ‌تر بودن. بچه ها؟ این اصلا خمیریشی؟ چه اینجوری داره میاد؟ این خمیر ریشه چرا اینجوری شده؟ جدی میگم، من اینو قبلا تو ویدیو تستش کرده بودم، خراب شد. وا چرا اینجوری شد؟ باورم نمیشه. اومدم یه چیزی تست کنم قشنگ گند خورد توش، ولی من از رو نمیرم با همین تست میکنم. یعنی چی خمیر ریش مگه خراب میشه بچه ها؟ آها ببینید، اولش خمیر ریش داشت، ببینید خودش همینم ساتیسفاین بود. با اینکه این به چخ رفته و برام خیلی عجیبه، ولی به هر حال یه نیمچه لذت بخشی ازش تونستیم در بیاریم توی ویدیو. بچه ها امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید از این حرکات های خفنی که من توی این ویدیو انجام دادم. میدونم که مثلش رو هیچ جایی ندیدید، پس لایک کنید ویدیو رو و لایک ها رو بتره کنید و لایک ها رو برید بالای 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 100%. نمیدونم دیگه، خودتون بلدید چی کار رو کنید. مرسی ازتون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو دیگه خواهید.